جوانانی میگم که احتمالاً در اون نمیدونم کانال یوتیوب داریم آقای آرش؟ چرا برگشته اول الان؟ برای جوانانی میگم که متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، متاسفانه از این جهت که من برای همه بچه های خودم اصلا خیلی متاسفم که اینا چرا نبودند. عوض کردید آقای آرش؟ آقای آرش آقای آرش صداش کنید لطفا. آقای آرش لینکو عوض کردیم؟ خب به منم بگید که منم به مردم اعلام کنم. بله لینک قسمت دوم مجبور شدن عوض بکنن. خب الان یه سری حرفای من اونجا موند، یه سری حرفای من اینجا. به هر حال بگذاریم. امروز 4 آبانه، من میخوام با شما در مورد یک مرد صحبت کنم، یه هموطنمون که شخصا معتقدم خیلی به ایشون ظلم شده و از شما جوانان کمک بگیرم. اگر واقعا فکر میکنید من اشتباه میکنم من رو تصحیحم بکنید. ملت ایران به این مرد، به این مرد بزرگ، به محمد رضا شاه پهلوی خیلی ظلم کرد، خیلی ناجوان مردی کرد، در حالی که محمد رضا شاه پهلوی مرد بزرگی بود، بسیار مرد بزرگی بود، یک نابغه بود، مقدس نبود، امام نبود، پیغمبر نبود. نمیدونم چرا از عکس‌ها و تصاویر من و اتاق فرمان امروز چه خبره. او یک قدیس نبود، یک مدیر بی نظیر بود، یک آدم فوق‌العاده مهربان بود که متاسفانه ما ایرانی‌ها او رو در قاب‌های ناجوانمردی قضاوت کردیم. و معمولاً هم کارمون اینه، یکی از خصوصیاتی که ما داریم، یه سری ایدئال‌ها توی ذهن ما هست، مثلا راستگویی، مثلا پرهیز از خیانت، مثلا رعایت حقوق انسان ها اما واقعیتش این است که خودمون اصلا اهل این حرفا نیستیم. حقوق زنمون رو مگه رعایت میکنیم؟ حقوق همسایه‌مون رو مگه رعایت میکنیم؟ حقوق کسی که تو ماشین نشسته رانندگی داره میکنه تو خیابون از کنار ما عبور میکنه، حق او رو مگه رعایت میکنه؟ اما وقتی به قضاوت در مورد یک شخص دیگه میرسه، مثلا میخوایم راجع به شاه قضاوت کنیم، انتظار داریم یک قدیس به تمام معنا باشه. خودمون چشم چرانیم، زنباریم، حداقل میتونم بگم اکثریت قریب به اتفاقمون. اما اگر پادشاه کشوری در طول مثلا 60 سال عمرش 50 دفعه 100 دفعه یک شیطنتی کرده،
ما اینقدر معلم اخلاق هستیم که اساساً این عملی رو که خودمون در عمرمون در به در دنبالش میگردیم و جا خالی پیدا نمی کنیم در مورد شاه، تمام کارهای او رو میذاریم یک طرف و میگیم آقا با علم رفته مثلا شب با یک دختر بیرون و این رو ملاک میکنیم برای قضاوت کردن راجع به یک مرد بزرگ، در حالی که محمد رضا شاه از همه ما، از خیلی از ما نجیب تر بود. ما خودمون وقتی یک امتیازی، مثلا فکر کنید تعاونی سر محل روغن زیتون میده، مثلا ما زمینی که برای خودمون میگیریم، برای خواهرمون پارتی بازی میکنیم، برای برادرمون، فکر میکنیم اگر کسی شاه شد باید برادر و خواهرش و اینا رو بفرسته تو نازیاباد زندگی کنه، و اگر مایی که یک زندگی محدودی داریم اما خواهر و برادر و پدر و مادر روی ما نفوذ دارن و از ما امتیازاتی میخوان، معتقدیم شاه اصلا چرا به خواهرش مثلا یک امتیازی داده، و این در حالی که اگر ما واقعا شهردار یک شهر بودیم و میتوانستیم امتیازی به خواهرمون نمیدادیم. یکی از چیزایی که خیلی کلیست در ضرب در مورد شاه و خانواده او این است که حزب توده ایران خیلی سیستماتیک دروغهایی رو راجع به خانواده شاه و خود شاه نهادینه کرد، یعنی این دروغها رو انقدر اعضای این حزب سیستماتیک گفتند تا حتی طرفداران شاه هم باورشون شد. میگن یک دروغ وقتی چند بار تکرار کنی جنبه واقعیت به خودش میگیره. و خب این واقعا ظلم بزرگی به این مرد بود. من اول اون چرا که ایشون در 37 سال پشت سر گذاشت رو براتون تعریف میکنم و به نسل جوان که دارم برنامه رو میبینم بهشون میگم که حیف که اون دوره رو تجربه نکرد، حیف. و یه خبر بد بهتون بگم، این حرف من نیست، حتی شاهزاده رضا پهلوی یه بار با خود من مطلب رو گفتن، دیگه اون دوران طلایی تکرار شدنی نیست، محاله. اون دوران دوران طلایی بود. محمد رضا شاه پهلوی در نوجوانی رفت به سوئیس و در اونجا تحصیل کرد. در حقیقت اولین پادشاه ایران است که در حداقل 700-800 سال یا شاید 1000 سال پادشاه باسوادی بوده، زبان انگلیسی رو خیلی خوب صحبت میکرد. دوستانی که توی
یوتیوب هستن لطفاً به برنامه هم توجه بکنن. ایشون زبان فرانسه رو حتی بهتر از فارسی صحبت میکرده. تنها شاهی بوده که در ایران میتونسته به سه زبان زنده دنیا صحبت کنه. یک، و تنها شاه تحصیل کرده بود. این پادشاه جوان در سن 22 سالگی در حالی که، خوب گوش کنید، متفقین، یعنی کیا؟ یعنی امریکا، یعنی انگلیس و یعنی روس. اون موقع چین عددی نبود، این و فرانسه هم اشغال بود. در حقیقت این سه تا بزرگترین قدرت جهان بودن، بزرگترین سه کشور جهان آمده بودن و به ایران حمله کرده بودن و ایران رو اشغال کرده بودن و شاه ایران رو اخراج کرده بودن. بعضی ها به رضا شاه خورده میگیرن که آه این رضا شاه، ارتش رضا شاه سه روز مقاومت نتونست بکنه. اولا رضا شاه میخواست تا آخرین قطره خونش مقاومت بکنه، دستور مقاومت هم داده بود. آقا ما مردم خیلی آسون خودمونو میفروشیم، خیلی آسون. بعضی همون هم نمیفروشیم ولی رضا شاه نفروخت، اما فرماندهانش فروختن، خیلی بودن فروختن. فرماندهان شاه، رضا شاه رو به متفقین فروختن. سه روز قبل از اومدن متفقین یه شورا تشکیل دادن خود فرماندهان نیروها، وزیر جنگ، فرمانده نیرو هوایی، فرمانده نیرو دریایی، فرمانده نیرو زمینی، دریایی نبود توشون. سربازی اجباری رو، یعنی نظام وظیفه رو لغو کردن. شما فکر بکنید متفقین دارن میان که به ایران حمله کنن، فرماندهان نیروهای نظامی نظام وظیفه رو لغو کردن. خب؟ و در پادگان ها رو هم باز کردن، به سربازهای مملکت گفتن برین خونه هاتون. رضا شاه خبر نداشت. رضا شاه وقتی فهمید که فرماندهان خائن وطن فروش ایرانی سربازها رو مرخص کرده بودن که متفقین راحت بتونن بیان وارد خاک ایران بشن، رضا شاه چیکار میتونست بکنه؟ تسلیم شد، اما حاضر نشد با متفقین روبرو بشه. خب شاه، رضا شاه ایران رو ترک کرده. انگلیس، روس، آمریکا، سه تا قدر قدرت آمدن با همه نیروشون، با همه نیرو به ایران حمله کردن. مملکتش رو کرد. این پسر جوان محمد رضا شاه یه طرف سه تا نیروهای خارجی هن، روس و انگلیس و امریکا، سربازاشون تو خیابونای ایران، رشت، خوزستان، اصفهان، همه جا ریختن، قدرت هم در اختیارشون بود. بابای شاه رو هم بیرون کردن.
و این شاه انقدر قدرت نداره که بگه بابای من رو اقل بزنید تو مملکت بمونه، بزنید اینجا زندگی کنه. ببین در چه وضعیتیه. متفقینی که اومدن پدر شاه ایران رو بیرون کردن، فکر کن سربازاشون بزن و بچه های ما تو خیابونا چه کار میکرد. فکر کن متفقین، ممنونم ازت روحم جان نیلی عزیزم، فکر کن متفقین، بله به مناسبت تولد شاه، به 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 به، همش هم روحام نیلیه، همش روحام نیلیه. نه خیر، فقط توده‌ای ها نبودن، نه خیر، فرماندهان ارتش همشون، بخشی از نماینده های مجلس همشون. شاه رو بیرون کردن، نماینده پسر شاه محمد رضا شاه شده شاه، آمده مجلس سوگند هم یاد بکنه. آقای نماینده مجلس علی دشتی کیه؟ علی دشتی یک طلبه آخون بوده، بعد میشه ضد اسلام، بعد کتاب 23 سال رو مینویسه، در پناه کی؟ در پناه رضا شاه، در پناه یکی از دوستان رضا شاه میشه، یکی از کسایی که رضا شاه باهاش مشورت میکرده. علی دشتی نماینده مجلس میشه. توی مجلس وقتی آقای فروغی نخست وزیر و این مرد وطن پرست میاد اعلام میکنه که رضا شاه ایران رو ترک کرده و باید ترک بکنه و استعفا داده و ایران رو ترک کرده، علی دشتی بلند میشه میگه آقا گشتینش موقع رفتن؟ متوجه میشین مردم چی میگم؟ میخوام بگم قدرت محمد رضا شاه چقدر بوده. قدرت محمد رضا شاه پهلوی اونقدر نبود که پدرش رو تو مملکت نگه داره، اونقدر نبود که یه نماینده مجلس جرأت نکنه همچین حرفی بزنه. گفتش که آقا، به فروغی گفت، گفت شما رضا شاه رو گشتین؟ فروغی گفت بله تمامه، موقع خروج از کشور اساسیتشون رو گشتیم. گفت لباساشو چی؟ لباس زیرشو چی؟ البته من این رو از دشتی سوال کردم و دشتی خود من جایی به من گفت که آقای رضا لطفی می‌فرمایند که آقای همایون امریکا با تمام قوا حمله نکرده. بله قوای امریکایی حمله نکردن، اما این حرف یعنی چی؟ ستاد جنگ، ستایشون متفقین نشستن کنار هم، خب معلومه امریکا از اونجا نیرو برمی‌داره بیره، از اینجا نیرو برمی‌داره ببره ایران. نیروهای انگلیس جنوب بودن، نیروهای روس شمال. عرضم به حضورتون که آقای دشتی گفت من این حرف رو زدم برای اینکه مطمئن بشن نماینده ها که رضا شاه جواهرات سلطنتی رو از ایران خارج نکرده. و واقعا هم نکرد هیچ، نه رضا شاه نه محمد رضا شاه. و حالا رضا شاه رفته، این پسر جوون 22 ساله اون عکس استالین اینا رو نشون بدین، چرچیل اینا رو نگاه کنین، اینا روزولت و چرچیل و استالین هستند. کجا؟ شمرون تهران. یکی هم میدونین که چرچیل میدونین که خود انگلیس ها معتقدن سیاستمداری زیرک و باهوش مانند چرچیل انگلستان تا حالا نداشته است. روحام جان نیلی، خب استالین هم که تکلیفش معلومه، روزولت هم که معلوم. حالا مقابل اینا که شاه
شاه ایران محمد رضا شاه، این آقای چرچیل نخست وزیر انگلستانه، اومده نیروهاش تو ایرانن، ایران اشغال کرده. خب اینقدر چون از نظر دیپلماسی ایشون نخست وزیره، باید بره دیدار شاه، میشینه تو سفارت انگلیس میگه شاه ایران بیاد دیدار من، تولدش هم بوده خیر سرش. یعنی میخوام بهتون بگم در شهریور ماه 1320 که این پسر جوان میشه شاه ایران، یک دو سال قبلش به دستور پدرش به ملاحظات سیاسی با یه دختر مصری خواهر پادشاه مصر به نام فوزیه ازدواج کرده، که حالا زبون هم نمیفهمن، دو تا فرهنگ جدا، یک وضعیتی، اما پدر دستور داده، مگه ایشون میتونه بگه نه؟ به خاطر ملاحظات سیاسی جوون، اوج جوانیش، میخواد بابا عاشق دختر احمدشاه دختر داشت به نام ایران، محمد رضا شاه توی سوئیس با او آشنا میشه و عاشقش میشه و کاری میکنه دختر احمدشاه برمیگرده میاد ایران در زمانی که رضا شاه در سلطنت بود و خلاصه خواهرای محمد رضا شاه شرایطی فراهم میارن که محمد رضا شاه این ایران قاجار رو دختر احمدشاه رو ببینه و به پدرم میگن آقا محمد رضا شاه عاشق این دختره. این دختر وقتی میاد به داخل کاخ و با رضا شاه ملاقات میکنه، رضا شاه بهش میگه که اصلا این فکر رو از کلت بیرون کن، تا زمانی که اینجا هستی باش، منم خیلی ازت پذیرایی میکنم، همه کار میکنم، بعدم دکونت رو جمع کن برو. رفت و بعد ولی به مدت بعد برگشت و ازدواج کرد و اینجا همجا مرد. ولی میخوام بهتون بگم که این بچه پسر 22 ساله عاشقم شده، به ملاحظات سیاسی مجبور عشقشو بذاره کنار، با خواهر پادشاه مصر ازدواج کنه، زبونش هم اصلا نمیفهمه. بله خانم فوزیه یک دختر دیپریشن، دچار دیپریشن، کم حرف، منزوی، ولی آدم بدی نبود اصلا، اساسا آدم بدی نبود. ولی میخوام بهتون بگم که محمد رضا شاه در جوانی ببینه از چی محروم میشه. فوزیه رو نمیتونن با هم بسازن، یعنی فوزیه دووم نمیاره تو ایران و بعدن طلاق میگیره میره. حالا در این حال این پسر جوون سه تا کشور اومدن ایران رو اشغال کردن، خب، و بعد بودجه مملکت صفر، ارتش داغون نابود، نظام و سربازای وظیفه رو که مرخص کردن فرستادن خونه، خب نیروی هوایی رو بمبارمان کرده روسیه، از بین برده اصلا در شمال و خلاصه داستان. این آقا این مملکت رو ما اینجوری تحویلش دادیم سال 1320. منوچهر جان ممنونم ازت، روحام جان ممنونم ازت، بله منوچهر و روحام و روحام. 1320 ایشون مملکت رو تحویل میگیره، آروم آروم آروم، فقیر مملکت، مملکت درآمدی نداره، مملکت کشاورزیه و یه چیزایی که کشاورزی به کشورهای اطراف صادر میکنه، یه مقداری فرش صادر میکنه، اونم نه در ابعاد تجاری اونجوری، پسته مقدار، یه مقدار زعفرون، یه مقدار زیره، تاجرایی هستن از این چیزها، ولی رقمی نمیشه
مملکت فقیر. سازمان ملل که تازه تأسیس شده اون موقع تصویب میکنه که به این مملکت فقیر بیچاره ایران کمک مالی بشه. یه دوستی پرسیده که چی شد که از ایران رفتند این سه کشور. الان از موقعی که این سه تا کشور در ایران بودن، شاه ایران از طریق روزولت، البته با سیاسی مرحوم فروغی. خانم رخسانه گنجی رستم بخیر بفهمید داخل، دم درک بده خانم گنجی منوچهر عزیز. عرضم به حضورتون که محمد علی فروغی زکاالملک نخست وزیر ایران، بعد اینجا صحنه ایست که شاه مجبور میشه میره به دیدار چرچیل، زکاالملک یک مرد سیاست مدار شریف ایرانی بود، این آخوندان بند کرده بودن که این فراماسونه. حالا این کاری میکنه تو قرارداد صلح تهران این سه تا کشور، یعنی اون دو تا کشور در حقیقت ملزم بشن که طی 6 ماه ایران رو ترک کنن. وقتی که اومده بودن این قرارداد می‌نویسن، زکاالملک از طریق روزولت این ماده رو تو قرارداد میذاره. ولی خب مملکت فقیر گشنه، اصلا افتضاحی، سربازای خیلی ازتون معذرت میخوام، سربازای روسی نهایت بیشرافتی رو به خصوص تو شمال تموم میکنن رو هر دختری در این سریال خاتون. 8 نوبت پخش کردین شما؟ نه دیگه 8 نوبت پخش تموم شد دیگه، نه نمیاد فکر میکنم. حالا به هر حال پخشش کنی 8 نوبت رو. این سریال خاتون خیلی خوب بود، اون سریال در چشم بادم خیلی خوب بود. به هر حال اینا نمیدونی زن و دختر شوهردار بیشوهر اصلا رحم نمی کردن. از یه طرف دیگه مردم گرسنه، کاسبی ندارن، کار ندارن، دولت حقوق نداره بده، همه اون چیزایی که رضا شاه درست کرده بود این متفقین از بین بردن. شاه دید 3 تا کشور هستند این متفقین، یکیش روسیه است که آمده عملا صاحب آذربایجان و تمام مازندران و همه اینا شده، گیلان و کشورهای ساحل خلیج فارس، دریای خزر. انگلیس ها سربازاشون رو آوردن توی جنوب ایران، یعنی آرزویی که داشتن انگلیس ها که بیان جنوب ایران رو اشغال بکنن الان انجام شده. شاه میفهمه که تنها راه سعادت این ملت این است که به کشوری نزدیک بشه که آدم تو ایران نداره، یعنی روزولت، و میاد به روزولت نزدیک میشه و از طریق روزولت اولین کاری که میکنه انگلیسا رو وادار میکنه سر 6 ماهی که قرارداد داشتن ایران رو ترک کنه. ولی نگاه کنید سر وضع مردم رو نگاه کنید، اینا ایرانی هن ها، ببینید این لباس ها، کسی پولو گیرش نمی آمد بخوره. بعد سالهای بعدم تازه مثلا پسر بزرگ یه کت می خرید یه سال می پوشید، سر سال کت رو کوتاه می کردن به برادر کوچکه می دادن. عرضم بزرگ بیماری، انواع بیماری ها، سفلی، سوزاک، نمی دونم بیماری های عرضم به حضورتون که جنسی، بیداد میکرد تو ایران. اکثر اون نسل سالک داشتن،
مالاریا. کسی اگر از ایران میخواست بره به یک کشور دیگه، باید برگه واکسیناسیون ارائه میداد، یعنی علاوه بر گذرنامهش باید یک گواهی ارائه میداد که واکسن این بیماری ها رو زده. سر 6 ماه انگلیس ها رو مجبور میکنن از ایران خارج میشن. از سازمان ملل متحد یه بودجه میگیرن، شاه میگیره و عرضم به حضورتون که اما روسا همچنان تو شمال ایران میمونن، به هیچ قیمتی آذربایجان و رشت و مازندران اینا رو تخلیه نمی کنن. هر کاری میکنه شاه اینا تخلیه نمی کنن. مجلس فشار میاره. اشکالش هم این بود که وقتی این دوتا کشور در ایران بودن بودجه ایران محدود، بعد مثلا گندم، کشاورزا گندم، هندوانه، برنج، چایی، اینا اول باید خرج سربازای این دو کشور میشد. نان شاه یک شاهکاری میکنه. این مرد میاد تا میتونه به روزولت نزدیک میشه و با فشار آمریکا روسا رو از شمال ایران بیرون میکنه. یعنی اگر این آدم یه دونه خدمت به ما کرده باشه اونم بیرون کردن متفقینه، ما باید قدرشناسش میبودیم. خانم آقای بذارید یه چیزی براتون بگم. اینجا یه کار اتفاقی هم میفته، میاد و با آمریکا نزدیک میشه. آمریکا میاد یک سازمانی در ایران درست میکنه به نام اصل 4. من وجدانن بهتون بگم کار نداریم، در طول 100 سال گذشته مسئله 28 مرداد یه موقع بهش میپردازیم جداگانه، غیر از موضوع 28 مرداد هیچ کشوری به اندازه امریکا به ایران خدمت نکرد. آقا اصل 4 که امریکایی ها اومدن تو ایران گذاشتن خیلی به داد ایران رسید، به آموزشش، به بهداشتش، رایگان هم بود، یعنی بودجهش رو دولت امریکا میداد. شاه تونست آذربایجان رو از دست سربازای روسی آزاد کنه. حالا مملکت آزاد شد. یه چیزی بهتون بگم، نسل جوان بدانید، 1320 که رضا شاه، محمد رضا شاه به قدرت میرسه تا 1327 یعنی 7 سال دموکراسی که در ایران هست در هیچ کجای دنیا وجود نداشته، حتی امریکا یک دموکراسی فوق‌العاده ستودنی. محمد رضا شاه سال 1320 تا سال 1000 هر، من حاضرم جمهوری اسلامی در تلویزیون جمهوری اسلامی هر استاد تاریخ هر کدوم از این آقایون خواستن بیان من باهاش مناظره کنم. 7 سال بپرسید از استادای تاریختون، بپرسید بگید آقا سال 1320 تا 27 ایران چجوری اداره شد؟ شاه دخالت میکرد به کاری؟ محمد رضا شاه اصلا تو هیچ کاری اصلا دخالت میکرد؟ یک شاه ارزم به حضور تو تشریفاتی مطلق. خب
1327 اولین ترور شاه اتفاق میفته که دو گروه تو دستشونه که هر دو گروه رو خدا لعنت کنه، یکی توده یا یکی آخوندا. اینا میان شاه رو ترور میکنن. وقتی شاه رو ترور میکنن، اطرافیان شاه، وزرا و کلا، نظامی ها میان آقا اینجوری که نمیشه. بعد از ترور شاه که البته موفقیت آمیز نبوده، آرام آرام به توصیه اطرافیان و درباریان آرام آرام این محدودیت های خیلی نامحسوسی به وجود میاد که آقا معلم اجازه است. یک نکته‌ای که همه جوونا باید بدونیم اینه، میان میگن که آقا رضا شاه دیکتاتور بود، طرفدار رضا شاه میگن آقا این حرفا چه دیکتاتور نبود. آقا چرا مزخرف میگی؟ دیکتاتور بود، رضا شاه دیکتاتور بود، چرا میگی نیست؟ اما دو تا اما داره. یک، اولا هر دیکتاتوری بد نیست. دو، زمانی که رضا شاه دیکتاتور بر ایران حکومت میکرد، تو افغانستان، در پاکستان، در عراق، در ترکیه، در شوروی کی حکومت میکردن؟ شما یه حکومت دموکرات دور کشور ایران به من نشون بده. آقا هر زمانی شما آقا محمد خان قاجار رو بیار الان بخوای قضاوتش کن، مگه میشه؟ آقا محمد خان رو باید در زمانی خودش قضاوت کرد، رضا شاه رو باید در زمانی خودش قضاوت کرد. جوونا اجازه سوال، آقا زمانی که رضا شاه در ایران دیکتاتوری داشت، عراق دموکراسی داشت، افغانستان دموکراسی داشت، پاکستان دموکراسی داشت، ترکیه دموکراسی داشت، روسیه، اتحاد شوروی دموکراسی داشت، چرا بی خود حرف میزنی؟ اما در 1320 تا 1327 که این اتفاق افتاد، ایران دموکراسی داشت. ایران در این 7 سال ما دموکراسی داشتیم که حتی در انقلاب مشروطیت هم نداشتیم. درست است که کسانی در انقلاب مشروطیت جان خودشون رو فدا کردن، اما اون چیزی که ماحصل انقلاب مشروطه شد اون اتفاق خوبی نبود، به دردی نمیخورد، دروغ بود. مجلس اول مگه کی بود؟ مجلس دوم کی بودن؟ کجا دموکراسی بود؟ مجلس 30% انتخاب شاه بود. بله، سال 1327 آخوندا با کمونیستا دست به دست هم دادن، شاه رو ترور کرد و این زمین سازی خود روسا بود، شوروی بود، به دست نوکران توده‌ایش. خدا میدونه که ایران از دست این توده‌ای ها چی کشیده. وای 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 از دست این توده‌ای ها که هنوزم ول نمی‌کنه. تا 1327 یه مقداری
شرایط تغییر کرد، اما نه به اون صورتی که شاه در اموری دخالت بکنه، نه باز به اون صورت نبود، ولی یه دخالتایی داشت، یک کارایی میکرد. تا سال 1332، 28 ماه قبل، در 1329 اوائل 1330، مجلس یک طرحی در مجلس مطرح شد که مصدق هم جزء مجلس بود. دوستان توجه داشته باشن، مجلسی که داریم راجبش صحبت میکنیم مجلسی بوده که مصدق هم نمایندهش بوده، یعنی انتخابات آزاد انجام میشده، کسی در انتخابات دخالت نمیکرده. مصدق پاشو تو یک کفش میکنه که نفت ملی شود. چی ملی شود؟ بیایم اینجا دوستان بهتون بگم. عرضم به حضورتون که بیایم تو، در زمان محمد رضا شاه، یعنی این از زمان مظفرالدین شاه، انگلیسا قرارداد داشتن، یک شرکتی در جنوب ایران درست کرده بودن، متعلق به انگلیسا بود، کارمنداش، کارگراش اکثر قریب اتفاق انگلیسی بودن، برای کارهای جز عملگی تمیز کردن از ایرانی ها استفاده می کردن. یه نکته ای که خیلی مهمه و امیر عباس اویدا هم توی خاطراتش بهش اشاره میکنه این است که انگلیس ها در مقابل تأسیسات پالایشگاهی نفت یه تابلو زده بودن. چی نوشته بودن رو تابلو؟ ورود سگ و ایرانی ممنوع. چرا؟ چون انگلیس ها در تمام طول تاریخ قصد تحقیر ما رو دارن و داشتن. عبیده اشاره میکنم من وقتی از جنوب وارد ایران شدم اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد این تابلوی ورود سگ و ایرانی ممنوع. حالا اینا آمده بودن، عرضم به حضورتون که تأسیسات اونجا درست کرده بودن و نفت رو استخراج میکردن، میبردن میفروختن، یه پولی به ما میدادن، این شرکت نفت ایران و انگلیس. خوب تو گوش بدید مردم، عرضم به حضورتون که شرکت نفت ایران و انگلیس خب نفت ما رو استخراج میکردن، میبردن میفروختن مثلا 100 پوند. از این 100 پوند 3 پوند مالیات میدادن به دولت انگلیس. پس شرکت ایران انگلیس 100 پوند نفت رو استخراج کرده، 3 پوند برده فروخته 100 پوند، بابت این فروشی که کرده 3 پوند 100 پوند 3 پوند داده به شرکت نفت ایران انگلیس، به دولت انگلیس. میدونی به ما چقدر میداد؟ 30 سنت. بی وجدان، تو 100 پوند فروختی به دولتت 3 پوند مالیات دادی، به ما 30 سنت میدی؟ خب البته این طرح دکتر فاطمی بود. آمد خب من مجلس هم گفتن آقا جان میدونی چی نه مصدق گفتن خودت بیا این کارو بکن و برو دنبال ملی شدن صنعت نفت. ملی شدنش هم عبارت از این بود، خلعیت بود، یعنی این شرکتی که در داخل ایران بود ما دولت ایران طبق یه قرارداد مفصلی انگلیس‌ها رو بیرون میکرد، خودش مدیریت این شرکت رو به عهده میگرفت و بابت این تأسیسات هم پولای به انگلیس‌ها پرداخت میکردن، اما ما نفت خودمون
استخراج میکردیم، ولی فقط چیکار میکردیم؟ استخراج میکردیم. حالا بقیهش داستان داره. بعد از استخراج آقای مصدق اومد گفت آقا این شرکت باید بیرون کنیم و اینا بگیریم. اما به شما چیزی بگم، اگر محمد رضا شاه نبود، اگر احترامی که محمد رضا شاه برای محمد مصدق قائل نبود، اگر احترامی که محمد مصدق برای شاه قائل نبود، هرگز این توفیق به دست نمی آمد. شاه پشت سر مصدق وایساد، گفت برو هوا تو دارم. مصدقم پاشو توی کفش کرد رفت و نفت ملی شد. اما انگلیسا سیلی بدی خورده بودن، خیلی سیلی سخت خوردن. مصدق بلند شد اومد دیوان لاهه، دادگاه لاهه، عرضم به حضورتون آقا ما کشورمونه، نفت ماست، چی میگی شماها؟ خب همه قاضی ها به نفع ایران رأی دادن. انگلیسی ها سیلی سختی خوردن. تا الانم که دارم براتون صحبت میکنم، تا اون سیلیه یعنی تا 1330-31 که نفت ملی شد، امریکایی ها مناسبات خوبی با ایران دارن، خیلی مناسبات محترمانه ای دارن. نخ شاه و مصدق خیلی هم با هم خوب بودن. اگر کسی یک دونه خط برای من بیاره که در اون مصدق، مرحوم مصدق، یه توهین به محمد رضا شاه کرده باشه، من حاضرم هر چی بگید قبول کنم. تا آخر عمرش مصدق، سه سال آخر عمرش، چند سال آخر عمرش توی احمد آباد بود دیگه، تبعید بود، برای این اونم نامه می نوشت، کسی هم دیگه کاری باش نداشت. و اگر غیر از این بود میتونست به پسرش که نامه های خصوصی میداد علیه شاه مثلا مطلبی می نوشت، در حال که هرگز اینجور نبوده. انگلیس ها یه بازو دارن در ایران به نام روحانیت. این معنیش این نیست که هر کی آخونده، هر کی میره حوزه علمیه نوکر انگلیس هاست، نه خیر. ولی آیت الله کاشانی نوکر انگلیس ها بود. اتفاقا اون زمانی که آیت الله کاشانی افتاد به زندان انگلیس ها، از همونجا شد جاسوس انگلیس ها. و حالا در صحنه سیاست ایران ما یه شاه داریم، یه مصدق داریم و یه آیت الله کاشانی. بریم و برگردیم ببینیم قصه ما با این سه نفر تو 28 مرداد 1332 چیه. آقای احمد فهیمی مصدق با شاه اختلاف زیادی نداشت، بگو اعلیحضرت فقط سلطنت کنن و نه حکومت، و تنها اختلاف مهم این دو نفر سر وزارت جنگ بود. نخست وزیر میگفت وزیر جنگ عضو کابینه است، وزیر نظر من باشه. محمد رضا شاه میگفت فرمانده کل قوا منم، وزیر جنگ باید تابع من باشه، انتخاب من باشه. چون بلای 1320 سرش اومده بود. میریم و برمیگردیم بقیه قصه رو با هم گوش بدیم.